روز جهانی زن 108 ساله شد. در این حال جمهوری اسلامی 40 سال پیش از همان ابتدا سرکوب و پایمال کردن حقوق زنان را در سلوحه کار و اساسنامه خود قرار داد. اما امروز مبارزات زنان و برابری طلبان جامعه رژیم را در مقابل چالشی عمیق قرار داده است. چالش ها و وضعیت موجود مبارزات زنان در ایران را با دکتر شهرزاد مجاب به بحث گذاشتیم. دکتر شهرزاد مجاب با درجه پروفسوری استاد دانشگاه تورنتو کانادا در دیپارتمان رهبری آموزش عالی و بزرگسالان تدریس می کند. ایشان همچنین در مورد تأثیرات جنگ و آوارگی بر روی یادگیری و تحصیلات زنان تحقیق و تدریس کرده است. دکتر شهرزاد مجاب، بسیار سپاسگزارم که مهمان برنامه صدای نو شدین و بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتین. 40 سال از حاکمیت رژیم اسلامی در ایران میگذره. در چنین ایامی 40 سال پیش زنان در ایران در اعتراض به حجاب اجباری رژیم رو به چالش کشیدن. به نظر شما چالش کنونی و اصلی زنان در ایران چی هست؟ خیلی متشکرم از دعوتتون و به شما و شنوندگانتونم روز زن رو تبریک میگم. به نظر من همونطور که در اولین یورش رژیم اسلامی نوپا 40 سال پیش زنان رو مورد حمله قرار دادن و فرمان حجاب اجباری رو خمینی اعلام کرد و بعداً در سال 59 تحکیم شد، بخشی از تحکیم قدرت خود این رژیم هم بود. یعنی سرکوب زنان خیلی ربط داره به این مسئله تثبیت قدرت رژیم اسلامی. هم مسئله زنان، یعنی چندین مسئله هست که همیشه ما باید بهش توجه کنیم. مسئله حجاب اجباری هست، مسئله انقلاب فرهنگی، بسته شدن دانشگاه ها و حمله به دانشجویان و دانشگاهیان آزادی خواه، همه این اقدامات از برای تثبیت قدرت این حکومت بود. بنابراین امروز هم من فکر میکنم که مسئله لغو حجاب اجباری یکی از مهمترین خواستهای زنان هست و همینطور هم که میبینیم در عرض این 40 سال زنان بی انقطاع و جسورانه با فداکاری های فراوان با از خودگذشتگی زیاد در مقابل این تحمیل ایستادن و این تحمیل هم فقط جنبه روسری و یا چادر و پوشش نداره، به خاطر اینی که مهمترین نمادش پوشش سر هست، مهمترین نمادش نوع پوششه، اما این نماد وسیع‌تر از فقط پوشش زنه، به کل جامعه هم برمیگرده و از همین نظر هم پیوند بقیه مبارزات با خواست به حق زنان برای لغو حجاب اجباری خیلی اهمیت زیادی داره. بنابراین من فکر میکنم هنوز هم مسئله زنان و حق و لغو حجاب اجباری یکی از مهمترین خواستهای جنبش زنان هست. و آیا لغو حجاب اجباری نقش اون در مبارزات زنان ایران که شما گفتین که بسیار وسیع‌تر از فقط مسئله حجاب هست، آیا تنها یک امر سمبولیک است؟ نه، من همینطور که گفتم به نظرم اصلا فقط یک جنبه سمبولیک نداره، برای اینکه ربط داره لغو حجاب اجباری به مسئله کل حاکمیت قانونی و سیاسی در ایران، به مسئله ولایت فقیه ربط داره، به مسئله اسلامی بودن و اسلامی کردن روابط اجتماعی ربط داره، به مسئله قانون و دین و شریعت، استفاده از شریعت در قوانین قضایی، در قوانین روابط جنسیتی، در حتی همین که گفتم مسئله اسلامی کردن دانشگاه، مسئله اسلامی کردن دانش و یعنی در خیلی ابعاد
بسیار گسترده داره و نمادین هست به عنوان سرکوب زنان، ولی به روابط دیگه اجتماعی هم سیاسی فرهنگی ارتباط پیدا میکنه. و اما اهمیت و لحاظ کردن یک سمبل در مبارزات مردم به طور کل و در مبارزات زنان به ویژه، چون داریم در مورد 8 مارس روز جهانی زن صحبت میکنیم، که بتونه منعکس کننده یا نمایندگی یک مبارزه گسترده تر رو بکنه، تا چه حد عملی و تا چه حد مجاز اصولی است؟ لحاظ کردن یک سمبل، یک نهادینه، یک چیز سمبولیک. یعنی متوجه سوالتون دقیقا نشدم. منظورم اینه که مثلا اگه مسئله حجاب به عنوان یک امر سمبولیک حتی اگه لحاظ بشه یا در مبارزات زنان، تا چه حدی عملی و تا چه حدی مجاز اصولیه در مبارزات مردم، در مبارزات زنان یک امر به عنوان یک مسئله سمبولیک لحاظ بشه که بتونه نمایندگی سایر وجه‌های دیگه مبارزاتی و خواسته ها و مطالبات مردم یا زنان رو، به ویژه در این مقطع که ما در مورد زنان انجام میدیم، به نظر شما تا چه حد عملی و تا چه حد مجاز اصولیه لحاظ کردن یک امر سمبولیک؟ درسته، سوال مهمیه. ببینید، من فکر میکنم ضدیت با حجاب اجباری باید در پیوند باشه با ضدیت مثلا با ادغام دین و دولت، استبداد سیاسی و خواست آزادی، فرض کنید برای همه زندانیان سیاسی، خواست آزادی نشر و بیان و اجتماعات و خواست به برطرف کردن مسئله فقر و بیکاری و شکاف طبقاتی، خواست پایان دادن به نابودی محیط زیست، به جنگ در منطقه که دولت اسلامی نقش کلیدی داره درش، در دامن زدن به کل این دخالت هایی که در منطقه دولت میکنه. بنابراین همه اینها و مسئله بیکاری، مسئله تمام این فقری که الان در جامعه چیز هست، زندگی جوانان رو مخصوصاً تحت فشار قرار داده، اینها زنان باید این تنیدگی، این ساختارهای بزرگتر رو ما با این مسئله لغو حجاب ببینیم. اگر که نه، وگرنه میشه آره یه خواسته، یه گروه خواستی که و یه کار سمبولیکی، ولی به نظر من اینطور نیست. سمبول حجاب در ایران سمبول نیست، به نظر من یه ساختار بزرگ فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی هست و به خاطر همینم به نظر من تنیدگی بسیار چیز نزدیک و پیچیده و فشرده‌ای به همه خواستای دیگه مردم ایران داره که امروز ما صداشو خیلی وسیع و گسترده میشنویم. جریانات سیاسی در دو قطب چپ و راست جامعه ایران تا چه حدی در عدم درک ماهیت اسلامی رژیم در سال 1357 و ماهای تقریبا مونده به انقلاب اسلامی در زمینه حقوق زنان یا اغماز و کمکاری نسبت به خطرات ایدئولوژی اسلامی برای حقوق زنان مقصر هستند؟ بسیار مقصرن و فقط هم به اون چند سال قبل از انقلاب بر نمی گرده، به خیلی قبل از اون و حتی از دوران رشد و روی کار اومدن رژیم پهلوی، از دوران رضاشاه همه اینها بر می گرده. یعنی به اینی که ما همیشه یه روند تاریخی داریم و اون هست که این روند تاریخی در مورد ایران هم فقط نیست، در مورد خاورمیانه و حق و حقوق زنان ما به شکل یکسانی با تنوع و تغییرات خصوصیات تاریخی خودش البته این رو میبینیم. و اون چی هست؟ همیشه سه نیرو از اوائل قرن 20 که زنان به مبارزات علیه زور و ظلم و ستمی که بوده و بر دادخواهی و حق خودشون مبارزه کردن، یعنی
مبارزه بیش از 100 سال، چیزی رو که میبینیم، این روندی رو که میبینیم این هست: سه نیرو، نیروی ملی، نیروی مذهبی و نیروهای چپ، در هر مرحله تاریخی که هر وقت که در جامعه و یا در قدرت بودن، به نوعی در قدرت میتونستن اعمال و نفوذ بکنن، حق و حقوق زنان یا داده میشده یا گرفته میشده، یا کم میشده یا زیاد میشده. ما این روند رو حتی تا امروز هم داریم. شما حتی در دوره های از زمان روی کار آمدن رژیم اسلامی و دوره های مختلف جمهوریتی، یعنی هر فردی که به ریاست جمهوری رسیده، مثلا رفسنجانی، خاتمی، روحانی، احمدی نژاد، همه اینا رو که نگاه کنیم، ما همین روند رو میبینیم. یه دوران احمدی نژاد که دوران رشد محافظه‌کاری عقبگرد بنیادگرایی اسلامی هست، در مقابل مثلا دوران خاتمی، تمام دستاوردهایی که بسیار محدود حتی زنان در دوران خاتمی داشتن بازگرفته میشه. دوران روحانی یه سری چیزایی برمیگرده و یه سری چیزایی گرفته میشه. حالا این حتی در نبود مثلا سالهای دو سال اول انقلاب هم یه دولت موقت بازرگان میاد که روحانی مذهبیون درش نفوذ دارند و سعی میکنن که مثلا حتی یه سری قوانینی رو بذارن که انقدر باعث بازگشت و بازگرد زنان به شرایط خیلی قبل تر هم نشه و دستاوردهایی هم که حتی در زمان شاه از سالهای 1340 بعد از انقلاب سفید و اینا داشت، اینا رو هم داشتن پس می گرفتن. حتی در همون دوره هم روحانیت جزء گروهی بودن که علیه انتخاب حق رأی زنان، علیه حجاب برداشتن دوران مثلا رضا شاه مبارزه می کردن و مخالفت می کردن. در بعضی جاها ملی مذهبیون با روحانیت برای این نوع حق و حقوق زنان همکاری میکردن. چرا؟ برای اینکه میخواستن که در مقابل سیاستهای همراهی بکنن با سیاستهای رژیم شاه برای این نوع دستاوردهای زنان، که اینا رو فکر میکردن اینا رو دارن کمونیستا و چپها و تحت نفوذ مثلا سوسیالیزمی که در شوروی در اون موقع برقرار بود میکردن. بنابراین ما یه روند تاریخی عظیمی داریم که من فکر میکنم که از دوران انقلاب گروه های چپ مخصوصا بسیار بی توجهی کردن به این مسئله و نیومدن همراه با زنان مقاومت مهمی رو در مقابل این رژیم انجام بدن و متوجه نبودن که سرکوب زنان سرکوب های وسیع تری رو همراه خواهد داشت که پای همه اینا رو میگیره، که گرفتن، روزنامه ها رو بستن، دانشگاه رو تبدیل کردن به بستن و میخواستن که، یعنی پروژه اسلامی کردن انجام دادن، در زندان ها پروژه سرکوب شدید و درست کردن انسان مسلمان رو راه انداختن، تواب سازی کردن، حق و حقوق زنان رو گرفتن. یعنی اصلا خطای ایدئولوژیک سیاسی و بینشی عظیمی ما باهاش مواجه هستیم و در عرض این 40 سال هم این خطا به نوعی ممکنه که از شدت و حدتش کمتر بشه. فرض کنیم که جنبش های زنانی که راه میده، جنبش که من نمیگم به اینا جنبش، ولی حرکت های خود به خودی زنان که راه میفته مثلا کمپین 1 میلیون امضا، اینا هر کدومش هنوز در چارچوب این جناح و آن جناح رژیم حرکت میکنن. اینا حتی مثلا کمپین 1 میلیون امضا هم درخواست لغو حجاب اجباری رو نداره، درخواست جدی برخورد به مسئله مرد سالاری دین زده رژیم اسلامی نداره، ولی دنبال یه سری راه هایی هست که از نظر قانونی یک کمی این
ستمی که در جامعه و این از زن ستیزی این رژیم کم بکنه. بنابراین این سوالی که میکنین سوال بسیار مهمیه و خیلی از نظر تاریخی باید با دقت به این مسئله پرداخت. اشتباه بسیار زیاد بوده، اشتباه سیاسی ایدئولوژی که فوق‌العاده چیز با دستاوردهای خیلی بدی و عواقب خیلی بدی انجام شده که تا امروز ما گریبانگیرش هستیم. دکتر شهرزاده مجاب، مسئله جنسیت زن و مسائل جنسی زن همیشه برای رژیم به نوعی خط قرمز بوده و همیشه اون رو سرکوب کرده. چرا اینقدر مسئله جنسیت و مسئله جنسی زن برای رژیم اسلامی اهمیت پایه‌ای داره؟ ببینید، مسئله جنسیت زن برای تمام نظام های مرد سالار و مخصوصا نظام مرد سالاری که دین زده میشه، مثل بنیادگرایی اسلامی امروز در جهان، مثل بنیادگرایی مسیحی در جهان و یا بنیادگرایی یهودیت در جهان، مسئله سکشوالیتی و جنسیت زن مسئله بسیار مهمیه که همه سعی در استفاده، سوء استفاده، سرکوب، کنترل، دیسپلینش کردن، همه اینا دست دارن، همه جا این کارو میکنن. دلیلش هم این هست که اگر این کار رو نکنن نمیتونن به زن به عنوان جنس دومی که در جامعه هست سرکوبش بکنن. شما الان نگاه کنید پدیده مثلا همین میتو، من هم، که چیز پدیده گسترده شده که یه گزارشی اخیراً در اومده که به عنوان این برنامه های پاسخ مملکت های کل خاورمیانه دونه به دونه به این حرکت من هم، و فوق العاده چیز مهم و جالبیه، برای که زنا در همه جای دنیا متوجه هستن که مدام سرکوب میشن، مدام تجاوز میشن، مدام کتک میخورن، و همه اینها از یه نظام و فرهنگ مختلف، یک نظام و فرهنگ یکسانی میاد علی رغم تفاوتهایی که داره. بنابراین شما نگاه کنید وقتی که مثلا مسئله سقط جنین مطرح میشه و تفاوت‌های قانونی در سراسر دنیا در مورد مسئله حق زنان به سقط جنین داره، حق زنان به بدن خودشون و تصمیم گیری در مورد اینی که چطور زاد و ولد رو و تولید مثل رو در بدن خودشون کنترل بکنن و تصمیم بگیرن، همه اینها قوانین بین المللی گسترده میشه که راجع بهش بحثای زیادی هست، تفاوت‌های قانونی مشترک متفاوتی هست در سه جا که واتیکان و دولت جمهوری اسلامی و دولت‌های مذهبی و اینها به هم پیوند دارن در سطح بین المللی در این زمینه هست، چون به مسئله جنسیت و سکشوالیتی زنان برمیگرده. سقط جنین ممنوع میشه یا در بعضی جاها آزاد میشه. حق الان تمام قوانین مربوط به کمک های خارجی، شما فکرشو بکنید، در بیشتر در آمریکا کمک های خارجی که به کشورهای فقیر و جاهای مختلف همیشه میشده، امروز پیوند دادنش به مسئله اینه که کمک های خارجی رو به شرطی میدن به این کشورها که در راه آموزش سقط جنین و جنسیت و کنترل زنان در مورد زاد و ولد انجام نشه. این از بنیادگرایی مسیحی یک رژیم وحشی مثل ترامپ میاد. در مورد همه جای دیگه هم الان چون در قانون شریعت سقط جنین رو ممنوع میکنه، در ایران هم همینطوره، ممنوع میشه
چون برمیگرده به مسئله کنترل زن از جنسیت و کنترل بر بدن خودش و بر زاد و ولد خودش. و این رو این رو قوانین مرد سالار چه سکولارش باشه چه مذهبیش، همه اینا رو در دست میگیرن. از این نظر هست که اینقدر روی این مسئله جنسیت حساسیت بسیار زیادی هست، سرکوب میشه. به خاطر همین دگر جنسی، دگر باشی، همجنسگرایی، هر اسمی که میخواین روش بذارین، ترانسجندر، همه اینا نوع معرفی جنسیت های زن و مرد هست که سرکوب میشه در همه جا. پس از خیزش دیماه 96 جنبش زنان، تا به حال حضور زنان در اعتراضات موجود رو چگونه میبینید؟ این حضور تفاوتی با 39 سال گذشته داشته به نظر شما؟ به نظر من تحول مهمی بوده. به نظر من زنان رو ما همه جا میبینیم. من مخصوصا چون جنبش دانشجویی رو دنبال میکنم، بیشترین حضورشون رو در بعد از واقعا این 3 دهه اخیر میبینم. در اعتراضات کارگران، در اعتراضات معلمین، در اعتراضات پرستاران حضور بسیار پررنگ و جسورانه زنان رو من میبینم و من فکر میکنم این تحول بسیار مهمیه. آیا به نظر شما جنبش زنان در ایران به طور عموم خاصیت های قطبی نظری رو پیدا کرده یا داره، یا در کل در یک محور عمومی به لحاظ نظری مشترک هست، یا نه به لحاظ نظری قطبندی شده، چپ و راست داره، بینابینی داره؟ ببینید، من همینطور که قبلنم خیلی کوتاه اشاره کردم، من فکر نمی کنم ما امروز بتونیم بگیم که در ایران یک جنبش زنان داریم. به نظر من حرکت های پراکنده، خودجوش و در گروه های مختلف شکل گرفته داریم ما این رو، ولی به شکل یک جنبش با یک استراتژی مشترک و بلند و یک برنامه گسترده ما نداریم این رو. از این نظر به نظر من میتونیم بگیم که حرکت های مختلف هست و بسیارم به نظر من قطب بندی شده است، برای اینکه میتونه در جناح‌های مختلف دولت باشه، حرکت‌های زنان در درون اصلاح‌گرایان، در درون اصولگرایان، در درون انواع اقسام اعتدالگرایی‌های مختلفی که درست میشه هست، اما در بین زنان غیر مذهبی سکولار، در بین زنان دانشجو، در بین زنان روشن فکر، نویسنده، هنرمند، و ما در این نوع گروه های مختلف میبینیم تفکرات مختلف. برای بعضی ها لغو حجاب اجباری چیز هست، نکته اصلی پروژه سیاسیشون هست، برای بعضی ها نیست، مسائل دیگه‌ای براشون مطرحه یا مسائل دیگه ای رو عمده تر می دونن. بنابراین بله، به نظر من قطب بندی هست. به نظر من پختگی، ناپختگی، تفکرات مختلف، همه اینا درش وجود داره، ولی من فکر می کنم جدا این حالتی یا این توضیحی که من دارم میدم در مورد جنبش زنان تنها نیست. ما در مورد جنبش کارگری، در مورد جنبش دانشجویان، همین این مسئله رو و این تفاوت‌های فکری و قطب بندی‌ها رو می‌بینیم، و یا عدم انسجام یک چیز استراتژی بلندتر به عنوان یک جنبش. پس از خیزش دیماه 96 پدیده اعتراض به حجاب با پررنگی خاصی خودش رو نشون داده و توجه میدیا غرب رو نیز به خودش جلب کرده در میان اعتراضات، به ویژه
زنانی که بر روی جایگاه های قرار می گرفتن و روسری هاشون رو بر روی دست و یا بر روی چوب بلند می کردن، این بیشتر در میدیای غرب منعکس شد. در همین حال همگام با اون اپوزیسیون پرو آمریکایی در خارج از ایران تلاش داره مهر خودش رو بر اون بکوبه و اون رو منصوب به خودش بکنه، از جمله اینکه نهادینه کردن کارهای سمبولیک مانند چهارشنبه های سفید، روسری های سفید، نمیتونم آزادی های یواشکی. این اپوزیسیون میتونه نمایندگی حقوق پایمال شده زنان رو در ایران بکنه یا میتونه این حقوق رو در بعد از جمهوری اسلامی متحقق سازه؟ من فکر میکنم که یه واقعیتی در ایران اتفاق افتاده و خیلی عینیه و اون اینه که واقعا 40 سال زنا ما میگم بدون وقفه در مقابل این رژیم استادن و ما هیچ نیروی دیگه ای رو نداریم در ایران که بتونیم همچین مثالی رو براش بزنیم. اگه یادتون باشه دهه های پیش ما میگفتیم که یعنی حتی مجبور شد رژیم در مقابل این همه مقاومت انواع اقسام واژه ها رو درست کنه، بیهجابی، بدهجابی، نمیدونم اینو به این شکل مثلا سرکوب زنان رو کم بکنه یا زیاد بکنه. زنان از همه جا بیرونشون کردن، از یه در دیگه وارد شدن. فکر میکنم خیلی بی انصافانه است که فردی، کسی بخواد بیاد چیز به اصطلاح کل این جنبش رو مدعی این جنبش بشه و ادعایی هم که میشه برای یه خواسته های فردی یک فرده، مشخصا خانم علی نژاد، مسیح علی نژاد. و من فکر میکنم که ما باید اینا رو از همدیگه جدا بکنیم، یعنی بدون خانم مسیح علی نژاد این حرکات جسورانه اتفاق میافتاد و چنان که هم اتفاق افتاد. دختران خیابان انقلاب منتظر فرمان خانم علی نژاد نبودن که برن یه حرکت جسورانه اینطوری بکنن. بنابراین به نظر من همین که میگم از یه طرف میتونیم بهش بگیم که این خیلی غیر منصفانه است، بخوایم شدیدتر نقد بکنیم میتونیم بگیم که خیلی خودخواهانه است و خیلی فرصت طلبانه است و نمیشه فداکاری های یک جنبش 40 ساله رو فروخت و برای آمال و آرمانای شخصی ازش استفاده کرد و به نظر من بسیار غیر اخلاقی و غیر سیاسی این کار. و اما در قطب چپ نیز برخی از جریانات میگویند انقلاب آینده ایران یه انقلاب زنان است. این ادعا تا چه حدی خصلت دیدگاه طبقاتی مارکسی رو که این جریان ها خود رو به اون منصوب میدونن در تضاده و اینکه این جریانات که میگن از پدیده پوپولیسم در مبارزات چپ پرده برداری کردن در ایران، آیا با این ادعا خودشون دچار پوپولیسم نمیشن؟ چرا، به نظر من اصلا این ادعا درست نیست، برای اینکه زنا یک گروه هم با گرایش های مشترک سیاسی الزامن نیستن. زنان از طبقات مختلف تشکیل شدن. ما مهمترین کسانی رو که علیه مثلا خواستای زنان و حق و حقوق زنان هم در ایران حرف میزنن نمایندگان مجلس هستن. نمایندگان زن مجلس از بعضی از نمایندگان مرد مجلس عقب مونده ترن و بحثایی رو که در مجلس میکنن بسیار متحجرانه است که بعضی از مردان در مجلس این رو بحثارم نمی کنن. بنابراین
زنان به علت جنسیتشون یه خواست و چیز یه برنامه سیاسی و مشترک الزاماً ندارن. به نظر من برای اینه که از این نوع حرف ها و یا پروژه های پوپولیستی کنارگیری بکنیم، بسیار مهم هست که جنبش های مختلف اجتماعی برای سرنگونی و براندازی این رژیم همبستگی داشته باشند و همبستگیشون دور مطالبات سیاسی خیلی مشترک و مشخصی باید صورت بگیره. اون هست که میتونه یک پیوند مردمی گسترده علیه این رژیم درست بکنه که جلوی که تکرار این 40 سال گذشته هم نباشه، بلکه در مقابلش بیسته و واقعا یک نظام دموکراتیک مهم و آزادی خواهی رو جایگزین این رژیم استبدادی جمهوری اسلامی بکنه. دکتر شهرزاد مجاب، شما در زمینه مسائل زنان، حقوق زنان در به ویژه در منطقه در خاورمیانه نیز تحقیقاتی رو داشتین، صحبتهایی رو داشتین و البته چند سال گذشتینش خودتون به کردستان عراق رفتین. با توجه به مسئله اینکه در آستانه سقوط نظامی کامل داعش هستیم، مسئله پدیده دختران روژاوا چگونه بر مسئله زنان در منطقه تأثیر گذاشت و حتی در جهان؟ ببینین، فداکاری ها و از خودگذشتگی ها و بازم جسارت قهرمانانه زنان روژاوا واقعا زبان زده خیلی از جنبش های زنان در منطقه شده و تأثیر بسیار زیادی داشته. یعنی یه نمونه ای هست که مثلا در ترکیه در بین کردها و در ایران هم همینطور و تا یه حدی، البته خیلی پیچیده است این رو بگم، تا یه حدی در دنیای عرب، و اینم خیلی جالبه که چرا در دنیای عرب اینقدر نتونست تأثیر بذاره. اما به هر حال بسیار مهم بوده، حرکت بسیار مهمی بوده و حرکت بسیار مهمی هم هست. و اما مشکلی که وجود داره اینه که این حرکت زنان با سیاست ها و ایدئولوژی که کل رهبری پکک در منطقه ناهمخونی و ناسازی داره و اختلافات زیادی هم سرش هست. اما بدون شک یکی از مبارزات مهم زنان در تاریخ خاورمیانه است، هیچ شکی در این نیست. و اما با مسئله زنان در ایران گفتگو رو شروع کردیم، اجازه بدین که با این سوال گفتگو رو به پایان ببرین که نقطه عطف شروع اسلام سیاسی در منطقه و شاید در جهان در 40 سال گذشته با بروی کار آمدن رژیم اسلامی در ایران گره خورد و حرکت کرد. با توجه به شرایط کنونی جنبش زنان ایران به کجا میره؟ امیدها کجاست؟ خطرات چی هستند؟ و پیامدها و تبعات سقوط رژیم اسلامی رو در آینده در سطح منطقه برای بر در سطح ایران و برای در سطح منطقه برای زنان چگونه میبینید؟ ببینید، من فکر میکنم رژیم اسلامی این هویت سرکوبگرانه خودش رو با ضرب و شتم زنان و برقراری این حجاب اجباری شروع کرد و با هیچ گروه اجتماعی چنین قانونمند و مستمر هم برخورد نکرد. زنان مقاومت کردند. اون زنان رو از تحصیل محروم کردند، از بازار کار به حاشیه روندن، حق سفر ازشون گرفتن، خیابونا رو براشون ناامن کردن، اجازه خلاقیت در هنر و فیلم و هر چیزی که فکر کنین از اونها گرفتن، نشریه های زنان رو بستند و خیلی چیزهای دیگه. اما
امروز که به آمار دانشگاه ها نگاه میکنیم، زنان بیشتر در دانشگاه هستند. یعنی در بعضی موارد زنان از سطح 50 یا 60% هم بالاتر رفتن نسبت به شرکت مردان در دانشگاه. نشریات زنان شکوفا شد، فیلم های مهمی رو تولید کردند و همینطور که گفتین در مقابل همه اینها جسورانه در خیابان وایستدن رو و روسری و حجاب خودشون هم سر چوب زدن. بنابراین ما یک نسلی رو داریم که مستمرانه در حق طلبی خودش پافشاری کرده، برای حق خودش پافشاری کرده و مبارزه کرده. من فکر می‌کنم این تاریخ بسیار مهمیه، تاریخ بسیار عظیمیه و واقعاً آینده ایران بدون شرکت این زنان، بدون اینی که خواستهای اصلی زنان جزء خواستهای اصلی جنبش برای سرنگونی این رژیم بشه، آینده دیگه ای رو نمیتونه، من نمیتونم براش تصور بکنم. دوران سختی هست، دلیلش هم این است که امروز بیش از 40 سال گذشته وضعیت ایران و حکومت ایران با منطقه و با اوضاع بین المللی گره خورده و وضعیت بسیار پیچیده است، بسیار پیچیده است، بسیار خطرناکه، اما بسیار هم موقعیت خوبی هست برای جنبش های عدالت خواه که خواست های مهمی رو جلو بذارن و علیه اون و برای اون واقعا مبارزه بکنن و همبستگی با هم و بدون دخالت انواع اقسام گروه های بیرونی نظام امپریالیسم غرب که همه صف کشیدن که دو مرتبه بار دیگه این خواسته های به حق مردم ایران رو زیر خواسته ها و منافع بزرگتر امپریالیستی خودشون پایمال کنند. دکتر شهرزاد مجاب، بار دیگر بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار صدای نو در سیدنی استرالیا قرار دادید. بسیار از شما ممنونم و خیلی خیلی متشکرم که این فرصت رو به من دادید.